تقریبا دوروبر سال 80 بود. اومدیم صبح سر زمین تراکتور رو بندازیم، دیدیم بله زمینه نزدیک 30-40 متر دهنیش بود، رو به پایین نزدیک 70-80 متر عمقش بود. پدیده فرونشست زمین اصطلاحا به عنوان آخرین مرحله از بیابانزایی یاد میشه. وقتی این اتفاق افتاد دیگه کارش نمیشه کرد. برای ما علامت سوال بود واقعا یه نیروگاه چطور ممکنه که بیاد در یه دشت ممنوعه ایجاد بشه، یک دفعه 60 حلقه چاه عمیق بزنه. دوستان علامت میدادن که حالا نگید این حرفا رو مطرح نکنید آقای رئیس جمهور، این به مثابه یک هیولای بزرگ آب دشت‌های همدان رو خواهد کشید و به سرعت شما شاهد مهاجرت‌های گسترده خواهید بود. فاجعه هر چقدر بزرگی تر باشه کمتر دیده میشه انگار. از خزر آب بیاریم به ارومیه، از عرس آب بیاریم به ارومیه، آب خزر رو ببریم فلات مرکزی، آب خلیج فارس رو شیرین کنیم بیاریم مشهد، دوباره اینا اگه جوابگو نبود آب رو برداریم از خارج از کشور بخریم بیاریم. گفت 120 صد تا الان به وزارت نیرو تحمیل کردن که بسازیم. دلایل ناکامی هایی که در کشور داریم فشارهای سیاسی است. اصلا براشون دریاچه مهم نیست، مردم هم مهم نیست، انتخابات نزدیکه. شاهد آبگیری بزرگترین، بلندترین، مرتفعترین سد خاکی پدر پدرم این منطقهش اینجاست و متولد این زمینم. عند الله و عند الرسول کارمونو کشتمونه کشاورزیم ولی به دست نیومد. پیشنهاد میکنم یه بخشی از کویر مطلق رو اینو بدیم خدمت حضرات سدساز، بگیم آقا بسازید، هر چقدر میخواید بسازید، دیگه جانمون برای ساختن خراب بکنید، پول بگیرید، دوباره بسازید، پول بگیرید، ولی ول کنید بقیه جامعه رو، ول کنید محیط زیست رو، ول کنید مردم رو. به هر شخصی که شما میترسید یه آوی فقط برسونی بیم آقا آب بده بابا.